ادامه سخنرانی های گرد همایی بزرگ مقاومت، قیام و ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی. تهران و سایر شهرهای میهن، فعالیت های کانون های شورشی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، سرنگونی رژیم با کانون های شورشی. گزارش پلیتیکو درباره توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی مقاومت در پاریس. واشنگتن از توطئه خونسا شده بمبگذاری پاریس برای تغییر رویکرد اروپا با رژیم ایران استفاده می کند. این پیام ترامپ در پشت صحنه اجلاس ناتو بود. پلیتیکو: ترامپ از اروپا پیگیری کرد تا موضع تندی نسبت به رژیم ایران اتخاذ کند. ترامپ گفت ممکن است اوضاع بین ما و رژیم ایران تشدید شود. نامه ماریا کاندیدا آلمیدا، معاون دادستان کل پرتغال، به نخست وزیر بلژیک: دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط آلمان دستگیر شده باید به بلژیک مسترد شود. هراس بی پایان رژیم از لرزه سرنگونی در عملیات کبیر فروغ جاویدان و تهاجم ارتش آزادی بخش ملی تا دروازه کرمانشاه. در او تاریخ اونا فاصله تنگه پاتاق تا منطقه چارزور در 34 کیلومتری کرمانشاه را با سرعت خیلی زیاد طی کردن و به سرعت از طریق بزرگراه به سمت کرمانشاه پیشروی کنند. حرکت‌های اعتراضی مردمی علیه سرکوب و چپاولگری رژیم آخوندی. دیدار خامنه‌ای با روحانی و اعضای دولت وی در گرداب بحران‌های اقتصادی و اعتراضات عمومی، انزوای بین‌المللی و مخاصمات درونی رژیم. استمرار بحران ارزی و افزایش قیمت سکه. روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با 65 تومان افزایش به 2,928,000 تومان رسید. وزیر بهداشت دولت روحانی: موضوع تحریم ها جدی است و باید باور کنیم که طوفان نزدیک است و بعد از آبان ماه اوضاع نگران کننده خواهد بود. حراس رژیم از انزوای بین المللی و پیامد مذاکرات ترامپ و پوتین. مسکو و پکن از تهران به عنوان یک کارت در معاملات با واشنگتن استفاده می کنند. تضمین های اروپا بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. بحران درون رژیم بر سر پیوستن به FATF. شورای نگهبان ارتجاع دو مسببه مجلس رژیم در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رد کرد. استمرار تظاهرات مردم شهرهای جنوبی عراق علیه گروه‌ها و احزاب وابسته به حکومت آخوندی و مداخلات رژیم در عراق. واشنگتن پست: تظاهرات مردمی در عراق خصیصه سیاسی و ضد رژیم ایران و گروه‌ها و احزابی که به رژیم ایران نزدیک هستند به خود گرفتند. به یاد شهیدان مجاهد خلق در بندر گزد، پخش در انتهای اخبار.
قیام و ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی، گرد همایی بزرگ مقاومت ایران، پاریس، 9 تیر ماه 1397، 30 ژوئن 2018. Movement. I understand that they play a very important role. So our next speaker will briefly present her view on the role of women in Iranian resistance. Frances Townsend, assistant to President Bush on Homeland Security. Thank you. You know, I look out and I see all the amazing women here who are part of the movement, led by the very inspiring Mrs. Rajavi. Women will continue to lead this movement, and it is among the greatest threats to the current regime. And for a moment, let me just say this to the young women. Mrs. Rajavi, in her remarks, spoke about the roses. The young women in the audience today, your mothers, your grandmothers, have led this fight. You are the roses of the future that will lead us to a free Iran. I could not help but be inspired by seeing the Ashraf women on the screen today. To them, we say, we are proud of your courage. We are inspired by your courage. And women will continue to lead the way and fight for you and fight for the women in Tehran. Thank you. Gentlemen, we have still some more delegations to invite onto the stage. So let's start with the Romanian delegation and the speakers. Mr. Cristina Riu-Schnitz, chairwoman of Equal Rights of the Romanian Parliament, and Mr. Adelian Benoni, vice president of the Romanian Chamber of Deputies, and the Australian delegation. Let's welcome again. Thank you so much. We look forward to be here with you. And it's several years in a row since we came over here. And we are here on the podium with some of our brothers from Moldova. We are here to say very frankly that we very much understand what is going on right now in Iran. And we very much support you as an opposition. Although we are from different countries, we all have to enjoy freedom. We all want to enjoy democracy, or we all want to support human rights, and we all want to support what's going on here because we believe that we have to be a free society and we have to live under those conditions. I want to close up here and invite one of my colleagues here to continue this speech. Hello, everyone. Chers invités, chers organisateurs, chers amis iraniens, l'une des préoccupations les plus importantes de la société humaine actuelle est la paix et la démocratie. Le 30 juin, aujourd'hui, à côté du Conseil national de la résistance iranienne et de Madame Rajavi, nous participons tous ensemble au grand rassemblement du peuple iranien pour entendre une voix différente de celle entendue par le régime au pouvoir en Iran. La voix de la paix, de la liberté, la voix de la démocratie et l'égalité des droits et la voix d'un Iran non nucléaire font partie du programme décennal de la présidente Maryam Rajavi pour l'avenir de l'Iran, qui bénéficie d'un large soutien international. Aujourd'hui, la communauté internationale et le peuple iranien se sont réunis
dans un seul but, le renversement du fascisme religieux en Iran, et cette question importante sera sûrement accomplie avec notre soutien et les efforts du peuple iranien. Il ne faut pas reculer devant les dictatures. La lutte pour la liberté des peuples est permanente. Vive la liberté et le respect des droits de l'homme. La paix. Vive le peuple iranien libre. خانم مریم رجوی، دوستان عزیز، از جانب سازمان خبات کردستان ایران سلام و درودها را به شما میرسانم. سلام و درود بر پیشمردان قهرمان سازمان خبات. سلام و درود بر مردم قهرمان کردستان که در طول تاریخ علیه رژیم‌های مستبد در مبارزه بودند، در مبارزه علیه رژیم شاه و مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری آخوندی پیشتاز و پیشگام مبارزه هستند و تا آزادی به مبارزه ادامه خواهند داد. سازمان خبات کردستان ایران هم پیمان شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران. شورای ملی مقاومت آلترناتیو دموکراتیک و سازمان یافته که هیچ جرانی نمیتواند آلترناتیو شورا باشد. از بعضی ها میشنویم که از نوچه های شاه به اسم آلترناتیو صحبت میکنند. هیچگاه مردم کردستان از هیچ دیکتاتوری استقبال نخواهد کرد. شهربانه میعادگاه و زادگاه مامستاسی جلال حسینی، بنیانگذار سازمان خبات کردستان ایران، هیچگاه از هیچ ستمگری استقبال نخواهد کرد بجز آزادی خواهان ایران و کردستان. هیچ جریان و حزبی نمیتواند به جای مردم کردستان و به نمایندگی از مردم کردستان از هیچ شخصی که علیه مردم ایران ظلم روا داشته، در برابر مردم ایران ظلم روا داشته، هیچ وقت استقبال نخواهد کرد. ما به عنوان سازمان خبات کردستان ایران و به نمایندگی از بخش وسیعی از مردم کردستان ایران بار دیگر تأکید می‌کنیم که شورای ملی مقاومت ایران تنها آلترناتیو دموکراتی خواه در برابر رژیم آخوندی خواهند بود و بیشک روزی خواهد رسید و این زودی ها که رژیم آخوندی سرنگون خواهد شد و همه ما به ایرانی آزاد برخواهیم گشت. درود بر همه آزادی خواهان، درود بر پیشمرگان، درود بر همه شما. ایرانیان برانداز در ایران و سراسر جهان، سلام به یاران مقاومت و هر کس که تا امروز در اندرونش غوغای آزادی ایران بوده و است. سلام به خواهر مریم عزیز و برادر مسعود، اولین پرچمداران ایران آزاد. سلام و درود به کانونهای شورشی که لحظه لحظه تک به تک ما امروز و هر روز با آنهاست. هر یک از ما مدت کوتاهی است که از ایران خارج شده ایم. بعد از
39 سال شیطان سازی از کتاب‌های تاریخ در مدرسه تا بسیج دانش آموزی و در و دیوارهای شهر و دروغ پراکنی علیه قوی‌ترین اپوزیسیون ملاها، ولی ما هستیم. ما هستیم و بیشتر از همیشه. و امروز اینجا جمع شده ایم تا به خامنه ی ضحاک بگوییم ببین ما به کجا رسیده ایم. ببین که نتوانستی مجاهدین خلق را از خلق قهرمانشان جدا کنی. امروز در روزهای پایانی عمر ولی وقیه به خوبی می‌بینیم که رژیم با چنگ زدن به تمامی مهره‌های سوخته و خاکستر شده‌اش تمام تلاشش را می‌کند که یک روز بیشتر بر مسند قدرت بماند. اما چه زیبا گفت برادر مسعود، همه اینها کف روی آبه. انقلاب قیمت می‌خواهد. انقلاب نیروهای حاضر به فدا و مجاهدین و کانون‌های شورشی و تک به تک ما را می‌خواهد. انقلاب رهبری ذی‌صلاح و فداکار می‌خواهد. امروز روز روزش است دوستان. اگر روزی حتی لحظه‌ای درنگ و شک کرده ایم، اگر به خودمان فکر کرده ایم و ترس داشته ایم، امروز روزش است که تک تک ما تعیین کننده ایم و خواهر مریم راه مبارزه را برای تک به تک ما در ایران و سراسر جهان باز کرده است. هر یک از ما و تک تک شما، چه دردهایی که دیده ایم در این 39 سال جنایت، ولی نسل ما هیچ چیز برای از دست دادن ندارد. ما با شکنجه ها و زخم هایمان پیمان بسته ایم، با کشتن ستارها و حجت زمانی ها و سباها پیمان بسته ایم، با زخم های اسید به روی خواهرانمان، با کودکان کارتون خواب و ایرانیان گورخواب و با خودکشی شدگان زندان ها و همکلاسی های دربندمان پیمان بسته ایم که تا آخرش ایستاده ایم برای ایرانی آزاد بدون دیکتاتوری شاه و شیخ. و سرمان با داشتن خواهر مریم به عنوان یک زن در مسند رهبری این آلترناتیو بالاست، کسی که این سالیان کابوس آخوندهای ضد بشر بوده است. خواهر مریم عزیز، ما بیقراریم و آماده و حاضر به فرمان در کنار مجاهدین اشرفی و کانونهای شورشی. و به فرمانده ارتش آزادی بخش برادر مسعود، شیر همیشه بیدار. ما برای سرنگون کردن ملاها و بردن مهر تابان به ایران زمین حاضر و آماده ایم. برادر، همانطور که خودت گفتی، با جنگ صد برابر و شورشگری حد اکثر آنقدر می جنگیم که بند از بند رژیم بگسلیم. حاضر! 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 حاضر!
بعد از دیدن برنامه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس که خودرهنمایی بزرگ بود، به ندای خانم رجوی حاضر میگم و برای تشکیل کانونهای شورشی در هر شهر آماده ام و خطاب به دشمن نیز میگم که خامنه چشمت کور، این یکی رو ما بردیم. به این وسیله تشکیل کانون شورشی شماره 357 رو اعلام میکنم به امید پیروزی نهایی. تهران، تیرماه 97. کانون‌های شورشی اینا که پیکان قیام و سرنگونی هستن. ما کانون‌های شورشی رشت حاضر خودمان را اعلام می‌کنیم و هرچه سریع‌تر خواهر مریم را به رشت خواهیم آورد. مریم رجوی کانون‌های شورشی را گسترش دهید. تیرماه 97. مرگ بر خامنه‌ای. مریم رجوی هر ثانیه با قیام باش. رسیدی به خیابان 17 شهریور. مرگ بر اصل ولایت فقیه. درود بر مجاهدین خلق ایران. درود بر مریم رجوی. پولیتیکو 12 ژوئیه 2018. ترامپ از اروپا پیگیری کرد تا موضع تندی نسبت به رژیم ایران اتخاذ کند. واشنگتن از توطئه خونسا شده بمبگذاری پاریس که مقصرش رژیم تهران بوده برای تغییر رویکرد اروپا استفاده می کند. این پیام ترامپ در پشت صحنه اجلاس ناتو بود.
پولیتیکو تیگه مطلبی درباره طرح تروریستی رژیم آخوندی علیه گرد همایی بزرگ مقاومت در پاریس نوشت. واشنگتن از توطئه خونسا شده بمبگذاری پاریس که مقصرش رژیم تهران بود استفاده می کند تا رویکرد اروپا را نسبت به این رژیم تغییر دهد. پس از خونسا شدن یک حمله تروریستی در فرانسه، آمریکا فشار را بر متحدان اروپایی خود بالا برده تا رژیم ایران را منزوی کند. واشنگتن بر این باور است که یک هدف این حمله تروریستی شهروندان آمریکایی شامل رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک بوده است. مقام‌های دولت با اشاره به بمب‌گذاری شکست خورده تلاش می‌کنند دولت‌های اروپایی را تحت فشار قرار دهند تا دسترسی رژیم ایران را به هر چیزی از حریم هوایی گرفته تا سپرده‌های نقد بانکی متوقف کنند. این مقام‌ها استدلال می‌کنند که دست داشتن رژیم ایران در توطئه‌های تروریستی ایجاب می‌کند متحدان آمریکا خط بساتون تری نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ کنند. بنا به گفته کسانی که با اجلاس ناتو در بروکسل آشنا بودند، در واقع این پیام پشت صحنه اجلاس ناتو بود که پرزیدنت ترامپ به اروپا داد. ترامپ در کنفرانس خبری بروکسل در روز پنجشنبه گفت ممکن است اوضاع بین ما و رژیم ایران تشدید شود. پولیتیکو افزود این توطئه اعلام شده دو هفته قبل بعد از اینکه مقام‌های آمریکا به مقام‌های امنیتی اروپا اطلاعات یک طرح بمب‌گذاری علیه کنگره سالانه شورای ملی مقاومت ایران که خواهان کنار زدن حکومت اسلامی ایران است را دادند، خنثی شد. در این کنفرانس در حومه پاریس، شهروندان آمریکا شامل جولیانی که اکنون به عنوان وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ خدمت می‌کند و مقام‌های مدنی و نظامی آمریکا شامل نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور داشتند. مقام‌های آمریکا استدلال کرده‌اند که عملیات فرانسه ثابت می‌کند که در پایتخت‌های اروپا این دیدگاه که گویا رژیم ایران یک معامله کننده صادق است به طرز خطرناکی ساده لوحانه بوده است. نامه خانم ماریا کاندیدا آلمیدا معاون دادستان کل در دیوان عالی کشور پرتغال به نخست وزیر بلژیک 10 ژوئیه 2018. اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط آلمان دستگیر شده باید به بلژیک مسترد شود. ماریا کاندیدا آلمیدا معاون دادستان کل در دیوان عالی پرتغال طی نامه‌ای به نخست وزیر بلژیک که رونوشت آن به وزیران خارجه، دادگستری، کشور و امنیت بلژیک نیز ارسال شده، توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی مقاومت در پاریس را محکوم کرد و خواستار اقدام دولت بلژیک برای محاکمه دیپلمات تروریست رژیم که توسط آلمان دستگیر شده گردید. رونوشت این نامه همچنین برای مقامات آلمانی نیز ارسال شده است. نامه معاون دادستان کل در دیوان عالی کشور پرتغال. آقای چارلز میشل، نخست وزیر بلژیک. من این نامه را به عنوان معاون دادستان کل پرتغال در مورد دستگیری یک زن و شوهر تروریست وابسته به رژیم ایران همراه با 500 گرم مواد TATP منفجره و یک مکانیسم انفجاری به منظور انجام یک حمله تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در 3 ژوئن به شما می نویسم. از آنجایی که احترام عمیقی به مقاومت ایران در تلاش‌هایش برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران دارم، به ویژه به خاطر مبارزه این مقاومت با همه موارد غیر قابل قبول نقض حقوق زنان، در گردهمایی ایران آزاد حضور داشتم. ما به طور مداوم با حملات تروریستی در اروپا تهدید می شویم و وقتی صلح و امنیت ما در معرض خطر قرار می گیرد، من از شما می خواهم که برای نجات اروپا از چنین آسیبی اقدام کنید. اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط آلمان دستگیر شده، باید به بلژیک مسترد شود. او باید به خاطر برنامه‌ریزی طرح حمله به گردهمایی ایران آزاد در پاریس پاسخ بدهد. من از شما می‌خواهم همه امکانات خود را به کار بگیرید تا از تهدیدات بیشتر علیه مقاومت ایران و شهروندان اروپایی جلوگیری شود
و از دولت آلمان به فوریت بخواهید که دیپلمات تروریست رژیم ایران را به اتریش تحویل ندهد تا عدالت برقرار شود. این به مصلحت اروپا و شهروندان ما است. با احترام، ماریا کاندیدا آلمیدا. هراس رژیم از لرزه سرنگونی در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان. تلویزیون حکومتی: عملیاتی که از مرز کرمانشاه آغاز شد و قرار بود به تصرف تهران منجر شود. در تیر ماه 1367 جمهوری اسلامی ایران رسما قطعنامه 598 پذیرفت. اما اتفاق عجیب ای بود که 6 روز بعد از قبول قطعنامه توسط ایران، در پنجم مرداد 1367 گروهک منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق با همکاری رژیم بعثی عراق عملیاتی با نام فروغ جاویدان آغاز کرد. عملیاتی که از مرز کرمانشاه آغاز شد و به زعم رهبران این گروه قرار بود تا 48 ساعت به تصرف تهران منجر بشه. در او تاریخ اونا فاصله تنگه پاتاق تا منطقه چارزور در 34 کیلومتری کرمانشاه را با سرعت خیلی زیاد طی کردن و اونا تانستن شهرهای قصر شیرین، سرپل زهاب و کرند غرب اشغال و تخریب کرده و به سرعت از طریق بزرگراه به سمت کرمانشاه پیشروی کنند. جمعی از معلمان استان فارس روز یکشنبه در اعتراض به صدور احکام حقوق ظالمانه در مقابل اداره کل استان در شیراز تجمع کردند و فیش‌های حقوقی خود را آتش زدند. اعتصاب امروز مالکای بخش خصوصی مشهد. سهامداران شرکت سیرتوس ماندگار اتوبوسرانی مشهد در اعتراض به عدم دریافت یک سال حقوقشان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. می‌بینین که اتوبوسا نرفتن تو خط و بحران جدی امروز تو مشهد به پا شد و ایستگاه مملو از مسافره. رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی همدان و هومه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات سنوات سال گذشته و همچنین تحمیل ساعات کار اضافی در محوطه پایانه مرکزی اتوبوسرانی همدان دست به اعتصاب زدند. جمعی از کارگران بیکار شده کارخانه رنگی نخ سمنان برای چندمین روز در اعتراض به نپرداختن مطالبات مزدی خود در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کارگران زحمتکش فضای سبز منطقه 3 شهرداری دسفول در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند. ما داشته ما همه اینجاییم اعتراض به اینکه بیمامون رو نریختن و اون حقوق و عقب مونده داریم به مون ندادن. ما معترضیم، ازن شاکی میشیم. نه بیمه ای داریم، نه حقوقی داریم، هیچی نداریم. یازده ما بیمه میدونی یعنی چی نداشتن؟ یازده ما بیمه بچهت مریض میشه نداریم. بچه تو میخواد بره مرسه پول نداره. تو چه امکاناتی گذاشت در رفتی ما؟ هیچ کاری انجام نداری واسه ما. بجاز بدبختی، بیچارگی از زمانی که بدی با شعاره این که میخوام آقا حقوق کارگران بدم و سر کار چیکار کردی؟ این ده ماهی که اومدی سر کار این چه همه کمه چیکار کردی؟ هیچ کاری نکردی، فقط ما رو بدبخت کردی، آواره مو کردی. قارت شدگان مؤسسه حکومتی پدیده شاندیز پس از 4 سال بلا تکلیفی و شنیدن وعده های دروغین در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند. We'll be right back.
سلام و درود به هممیهنان عزیز، خبرها و گزارش‌های این ساعت را ادامه می‌دهیم. در حالی که رژیم آخوندی در گرداب بحران‌های اقتصادی و اعتراضات عمومی، انزوای بین‌المللی و مخاصمات درونی رژیم دست و پا می‌زند، خامنه‌ای با روحانی و اعضای دولت وی در این باره دیدار و گفتگو کرد. ولی فقیه ارتجا در این دیدار گفت به جز موارد معدودی همچون آمریکا، روابط با شرق و غرب باید تقویت شود و افسود دولت روحانی به شرط انجام اقدامات لازم خواهد توانست توطئه‌های آمریکا را ناکام بگذارد. خامنه‌ای به نحو مضحکی از صدا و سیمای تحت کنترل خودش خواست از اقدامات دولت روحانی تصویر درستی ارائه دهد. این دیدار از سوی برخی رسانه‌های رژیم فراخوانده شدن دولت روحانی به خاطر مشکلات اقتصادی توصیف شده است. در همین حال بحران ارزی و نوسانات افسار گسیخته در بازار سکه و ارز ادامه دارد. به گزارش رسانه‌های حکومتی قیمت سکه باز هم افزایش یافت و در معاملات روز یکشنبه بازار تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با 65 تومان افزایش به 2,928,000 تومان رسیده است. وزیر بهداشت دولت آخوند روحانی در حراس از پیامد تحریم‌ها علیه حکومت آخوندی گفت موضوع تحریم‌ها جدی است و باید باور کنیم که طوفان نزدیک است و بعد از آبان ماه اوضاع نگران کننده خواهد بود. قاضی‌زاده هاشمی افسود گاهی ممکن است بگوییم چیزی درباره این مسئله به مردم نگوییم چون عده‌ای می‌ترسند. همچنین برخی ممکن است بگویند شاید توافق شد اما بعد با واقعیت مواجه خواهیم شد. علی جنتی وزیر ارشاد سابق دولت آخوند روحانی با نگرانی گفت دشمنان خارجی به از همگسیختگی داخلی در نظام دل بستند، زیرا آنها هیچگاه جرأت حمله نظامی به ما را ندارند و به اختلاف ما دلخوش کردند. وی افزود دشمنان می‌خواهند با استفاده از به هم ریختگی به ما ضربه بزنند. در ادامه جدال میان باندهای حکومتی بر سر پیوستن به FATF، شورای نگهبان ارتجا دو مصوبه مجلس رژیم در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرد. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجا گفت شورای نگهبان پیوستن به کنوانسیون پالرمو را خلاف شرع و مغایر با سیاست‌های کلی نظام و مغایر با سیاست‌های امنیتی تشخیص داده است. وی افزود این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضاییه ارائه شود و ارائه آن از سوی قوه مقننه مغایر قانون اساسی است. سومین سال اجرای برجام به موضوع مخاصمات درونی رژیم تبدیل شد و جواد ظریف وزیر خارجه حکومت آخوندی در پیامی نوشت در سومین سال برجام، برجام کماکان یک پیروزی برای دیپلماسی چند جانب است. از سوی دیگر کیهان خامنه‌ای نوشت 3 سال پیش در چنین روزهایی عده‌ای مشغول جشن و پایکوبی بودند و به مردم می‌گفتند سختی‌ها و مشکلات اقتصادی با امضای برجام به سر آمد و پایان پذیرفت. این جریان به مدد حاشیه‌های پرهیاهو در سومین سالگرد برجام از توافقی که مدعی بود توافق قرن است و حلال همه مشکلات بی سر و صدا عبور می‌کند. در سالگرد برجام علی‌رغم خروج آمریکا از توافق و وعده‌های سرخرمن اروپا، متاسفانه دولت همچنان رویکرد خسارتبار حفظ توافق به هر قیمت را دنبال می‌کند. سپاه پاسداران نیز در روزنامه خود نوشت برخی از سیاستمداران داخلی اعتماد به اروپا را اجتناب ناپذیر القا می‌کنند تا زمینه برای عدول در عرصه سیاست خارجی حفظ شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه ادعای ولایتی مشاور ولی فقیه ارتجا در امور بین الملل را رد کرد و گفت قادر به تایید حرفهای ولایتی در مورد سرمایه گذاری روسیه در ایران نیست.
خاطرنشان می شود ولایتی گفته بود رئیس جمهوری روسیه وعده داده است تا 50 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند. ادعای مشاور خامنه‌ای با تمسخر باند رقیب مواجه شد. روزنامه حکومتی شرق نوشت اعلام خبر سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری روسیه که انجامش بعید به نظر می رسید با موجی از پایکوبی در رسانه‌های یک جریان خاص همراه شد و کار تا آنجا پیش رفت که یک خبرگزاری تمامی قواعد خبرنویسی را به کناری نهاد و تیتر زد سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری روسیه در ایران دور زدن تحریم‌های آمریکایی. ساعتی بعد سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت نمیتواند چنین خبری را تایید کند. همزمان وزیر انرژی روسیه نیز از علاقمندی روسیه برای اجرای برنامه نفت در برابر کالا با جمهوری اسلامی خبر داد. این روزنامه حکومتی افزود به نظر میرسد یا آنچه ولایتی از میان سخنان پوتین متوجه شده نه سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری بلکه رسیدن به قراردادی برای مبادله نفت و کالا بوده است. ابراز نگرانی کارگزاران رژیم از پیامد مذاکرات ترامپ و پوتین در هلسینکی ادامه دارد. خبرگزاری حکومتی ایلنا به نقل از یک کارشناس رژیم نوشت مسکو و پکن از تهران به عنوان یک کارت در معاملات با واشنگتن استفاده می کنند. تضمین های اروپا بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. این کارشناس حکومتی تعامل با آمریکا را بهترین راه حل برای رژیم توصیف کرده، اما اضافه می‌کند در شرایط فعلی مذاکره با دولت ترامپ ممکن نیست، به این علت که دولت روحانی نشان داده ظرفیت مذاکره را ندارد و به هیچ وجه قابل اعتماد برای طرف‌های مقابل نیست. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با الحدث در بروکسل گفت رژیم ایران باید این را بفهمد که اگر سیاست‌های خصمانه خود را تغییر ندهد، بیش از پیش منزوی خواهد شد. وی از خروج آمریکا از برجام حمایت کرد و افزود رژیم ایران باید این را بداند که جهان به آنها اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. در حالی که تظاهرات مردم عراق علیه وخامت وضعیت معیشتی ادامه دارد، واشنگتن پست نوشت تظاهرات شهرهای جنوبی عراق خصیصه سیاسی و ضد رژیم ایران به خود گرفته و تظاهرکنندگان عمده خشم خود را به رژیم ایران و احزاب وابسته به این رژیم معطوف کردند. واشنگتن پست افزود عبدالرحمن 36 ساله که در تظاهرات بصره شرکت کرده است گفت ما دیگر از این احزاب که منافع رژیم ایران را بالاتر از منافع ما قرار می‌دهند و زمانی که به پول نیاز دارند با مردم مثل هیزم رفتار می کنند خسته شده ایم. در ویدئویی که حمله به مقر حزب الدعوه در نجف را نشان می داد، یک تظاهرکننده با اشاره به حزبی که از سال 2006 در عراق هژمونی را در دست داشته گفت این حزب الدعوه رژیم ایران است. در کلیپ دیگری تظاهرکنندگان شعار می دادند احزاب رژیم ایران را بسوزانید. منطقة قرمت علي البصرة هارثة منطقة قرمت علي قطع جميع الطرق قطع جميع الطرق ذهابا وإيابا عرق نقاط استتاب حزب الله العراق من قبل المتظاهرين يعتبر مقر قيادة إيرانيين في العراق هلا 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 بالشباب هلا هلا بالأبطال هلا بالمجاهدين الشرفاء هلا حياهم الله رویتر نیز گزارش داد روز یکشنبه پلیس عراق در حالی که تظاهرکنندگان تلاش می‌کردند به ساختمان اصلی استانداری در بصره هجوم ببرند شلیک هوایی کرد. ناآرامی‌ها یک هفته است که شهرهای جنوبی عراق را به خاطر ضعف خدمات در نوردیده است.
العربیه نیز گزارش داد از شنبه شب در بصره حکومت نظامی و منع تردد شبانه اعلام شده است. تظاهرکنندگان به مقر گروه بدر حمله کردند تا آن را به آتش بکشند. این امر منجر به درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی شد که حداقل 3 تظاهرکننده مجروح شدند. به نوشته پایگاه خبری نشنال، پاسدار قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، به خاطر مداخلات رژیم در کشورهای منطقه به سیبلی برای اهداف آمریکا تبدیل شده است. این منبع نوشت، پاسدار قاسم سلیمانی که از افراد نزدیک به خامنه ایست، عملاً رئیس ستاد نوری مالکی در انتخابات عراق بوده است. نشنال افزود، او در سالهای اخیر به عنوان فرمانده نیروهای عملیاتی رژیم ایران در حمایت از بشار اسد عمل کرده است.